سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. در نیمه های شب یکی از اولین روزهای فروردین ماه، یکی از ساکنان آپارتمانی در غرب تهران در حالی که سراسیمه به نظر می رسید، در خونه تمام همسایه ها رو کوبید و با گریه و التماس از اونها خواست تا کمکش کنن. همسایه های خوابالود با مشاهده مهدی به سرعت به دنبالش رفتن و با جنازه همسرش نینا که روی بالکن طبقه اول افتاده بود مواجه شدن. مهدی که حال خودشو نمیدونست سعی میکرد نینا رو به زندگی برگردونه. ولی شواهد و ظواهر امر نشون میداد که نینا به خاطر سقوط جان خودش رو از دست داده. یکی از همسایه ها بلافاصله به اورژانس و بعد به کلانتری محل زنگ زد و ماموران رو در جریان واقعه قرار داد. ساعتی بعد ماموران کلانتری به محل حادثه رسیدن. مهدی با حالی منقلب براشون توضیح داد که برای تنظیم کردن آنتن تلویزیون به پشت بام رفته و همسرش نینا هم همراهش اومده و در حالی که مشغول تنظیم آنتن بوده متوجه شده نینا حالت عادی نداره و لبه پشت بام نشسته و تا خواسته به اون هشدار بده نینا از بلندی به پایین افتاده. صحبت‌های مهدی که با گریه آمیخته بود نشون میداد که اتفاق سهوی موجب بروز فاجعه شده. اما چون ساعت وقوع حادثه کمی غیر طبیعی بود، ماموران به این نتیجه رسیدن که بهتره مورد رو به دایره قتل گزارش کنن. ساعتی بعد از گزارش ماجرا، تلفن بازپرس جنایی در دادسرا زنگ خورد و مامور کلانتری گزارش داد که با بررسی پشت بام و مشاهده دیواره حفاظ پشت بام که بیشتر از نیم متره، فکر میکنه ماجرا کمی مشکوکه. بازپرس کشیش به همراه کاراگاه دایره قتل و ماموران تجسس سر صحنه حاضر شدند. شوهر قربانی همچنان بیقرار بود، بعدی که نمیتونست فرزند شیرخوارشون رو هم نگه داره. کاراگاه با دیدن نوزاد و شنیدن گزارش ماموران کلانتری نسبت به ماجرا بیشتر از قبل مشکوک شد. این سوال برای بازپرس پرونده پیش اومده بود که چطور مادری که به تازگی صاحب بچه شده نیمه شب به پشت بام رفته و بر فرض هم که حالش خوب نبوده چرا احتیاط رو رعایت نکرده و در چنین جای خطرناکی نشسته؟ کارگاه بلا فاصله دستور داد تا از همسایه ها راجع به روابط مهدی و نینا تحقیق بشه. جنازه نینا برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد تا نحوه وقوع حادثه معلوم و مشخص بشه که آیا در خون قربانی سم وجود داره یا خیر؟ مهدی هم برای ثبت اظهاراتش فراخوانده شد. اون که از این اتفاق بسیار ناراحت به نظر می رسید، کل ماجرا رو همون طور که بار اول تعریف کرده بود بازگو کرد. در همین فاصله گزارش پزشکی قانونی هم به دست بازپرس جنایی رسید. در گزارش قید شده بود که هیچ نوع سمی در خون مقتول نبوده و آثار جراحت ناشی از درگیری هم بر بدنش مشاهده نشده. در نتیجه به نظر نمیرسه مقتول به عمد و به زور از بلندی پرتاب شده باشه. اینطور به نظر میرسید که بازپرس راجع به ماجرا اشتباه کرده باشه. مخصوصاً این که تحقیقات ماموران آگاهی نشون میداد قربانی و همسرش هیچ نوع خصومتی با هم نداشتن و همسایه‌ها گفته بودند که هیچ وقت نشنیدن که این دو نفر با هم دعوا کنن. روز بعد از حادثه مردی که در کوچه بالاتر تا دیر وقت در مغازش مونده بود در اداره آگاهی حاضر شد و اعلام کرد در شب حادثه صدای ترسان مردی رو که بلند فریاد زده یا ابوالفضل شنیده و بعد هم متوجه شده چیزی از بلندی به پایین افتاده. اما چون از محل حادثه دور بوده و هوا هم تاریک بوده نفهمیده اون شی آدم بوده یا چیزی دیگه. اظهارات مهدی در کنار شهادت همسایه ها و گزارش پزشکی قانونی نشون میداد که ماجرا یک سقوط سهوی بوده. ولی کاراگاه همچنان احساس می کرد یک قطعه از این پازل گم شده. درست کردن آنتن تلویزیون در اون وقت شب چیز عجیبی به نظر می رسید. مخصوصاً این که اونها بچه کوچیکی در خونه داشتن که هر لحظه ممکن بود بیدار بشه. کاراگاه برای بررسی های بیشتر به صحنه وقوع حادثه مراجعه کرد و از نزدیک محل سقوط نینا را بررسی کرد. اما هیچ چیز مشکوکی به چشمش نیومد. اون روی پشت بام شروع به قدم زدن کرد و به محل نصب آنتن دقت کرد. ناگهان متوجه چیز عجیبی شد. کاراگاه حس می کرد که سرنخ مهمی کشف کرده.
اما احتیاج داشت تا مدارک دیگه ای هم جمع‌آوری کنه که فرضیه‌اش رو تقویت کنن. اون به خونه متهم و قربانی هم سرکشی کرد و اسباب و اساسیه خونه و نحوه چینش اونها دقت کرد. سپس به سراغ همسایه‌ها رفت و از اونها راجع به مدت اقامت اون زوج در آپارتمان سوال کرد. همونطور که حدس می‌زد، علت بی‌خبری همسایه‌ها از نوع روابط نینا و مهدی این بود که اونها به تازگی به اونجا نقل مکان کرده بودن. کاراگاه جنایی در ادامه به سراغ صاحبخانه مهدی رفت و از اون راجع به مستأجرش سوال کرد. صاحبخانه اظهار کرد مهدی همین چند روز پیش به سراغم اومد و گفت که پول رهن خونشون رو آماده کنم، چون همین روزها از اونجا نقل مکان میکنن. از این تصمیم متعجب شدم، ولی چون مهدی اصرار داشت چیزی نگفتم. حالا بازپرس جنایی مطمئن بود که ماجرا احتمالاً اون چیزی نیست که مهدی تعریف کرده بود، اما حس می کرد لازمه تا با کسانی که نینا رو بیشتر میشناختن صحبت کنه. برای همین به محل کار نینا رفت. دو نفر از همکاران نینا که از مرگ اون مطلع شده بودن پیش روی بازپرس جنایی نشستن و راجع به زندگی خصوصی نینا حرف زدن. یکی از اونها گفت که نینا بهش گفته که از شوهرش کتک میخورده و دائما از دخالتهای بی جای مادر شوهرش در زندگیشون گلایه داشته. همکار دیگه گفت که نینا بارها گفته مهدی یه روز منو میکشه. در جریان تحقیقات خانواده نینا که در شهرستان زندگی میکردن به تهران اومدن و بر اظهارات همکاران نینا صحه گذاشتن. پدر نینا راجع به ازدواج دخترش گفت که دامادش از اقوام دور اونها بوده، ولی اونها از این ازدواج پشیمونن. سرانجام بازپرس جنایی تصمیم گرفت با در دست داشتن شواهد مختلف بار دیگه از مهدی بازجویی کنه. مهدی که به نظر می رسید حالش نسبت به روزهای قبل بهتر شده، دوباره همون ماجرا رو تعریف کرد. اما کاراگاه به اون گفت پس به درخواست همسرت برای درست کردن آنتن روی پشت بام رفته بودی. مهدی حرف کاراگاه رو تایید کرد. اون عکسای صحنه جرم رو بهش نشون داد و گفت طبق چیزی که در عکس‌ها دیده میشه، تمام آنتن‌ها در یه سمت پشت بام هستن. چطور شما برای درست کردن آنتن خودتون به سمت دیگه پشت بام رفته بودی؟ مهدی در سکوت به عکس‌ها نگاه کرد و در حالی که دست باچه شده بود گفت من هیچ سررشته‌ای در زمینه تنظیم آنتن تلویزیون ندارم و اگه نینا اصرار نمی‌کرد نمی‌رفتم. کارگاه پرسید چطور همسرت نصف شب، اون هم وقتی روز بعد قرار بود به مدرسه بره، یادش افتاد به تو که به گفته خودت بلدم نبودی اصرار کنه که آنتن رو درست کنی؟ این سوال اخمای مهدی رو درهم کرد. کاراگاه به روابط مهدی و نینا اشاره کرد و گفت که خیلی خوب میدونه اونها با هم دوچار مشکل بودن، چون برخلاف تصور اون فقط به گفته های همسایه ها اکتفا نکرده و با افراد دیگه ای هم حرف زده. مهدی بعد از یه سکوت معنادار این بار حرفای تازه‌ای زد. اون گفت سر شب با نینا دعوا کردم، چون صاحب خونه بدون توجه به اینکه ما نوزادی در خونه داریم زنگ رو زده بود و بچه بیدار شده بود. برای همین نینا دائم به من سرکوفت می‌زد که چرا به صاحب خونه نگفتم که نباید زنگ بزنه. چند ساعت بعد نینا دوباره بنای قرقر گذاشت که عرضه هیچ کاری ندارم و آنتن تلویزیون خراب شده و هیچ کسی هم نیست که درستش کنه. منم اعصابم خورد شد و برای اینکه ساکتش کنم رفتم روی پشت بام آنتن رو درست کنم، ولی نینا به دنبال من به پشت بام اومد و بازم بنای قُر زدن گذاشت. من روی خرپشته بودم و اعصابم حسابی خراب شده بود. برای همین یه موزاییک برداشتم و پرت کردم طرفش که بترسه و بره پایین. نفهمیدم موزاییک به کجاش خورد، ولی دیدم که گفت آخ سرم و بعدم نشست لبه پشت بوم و تا به خودم بجنبم افتاد پایین. کاراگاه با دقت به حرفای مهدی گوش داد، ولی تجربه به اون میگفت متهمی که یک بار دروغ بگه ممکنه بازم دروغ بگه. ازش خواست محل موزاییک رو اعلام کنه، چون تیم تجسس چنین چیزی در صحنه جرم کشف نکرده بودن. مهدی هم نشونی رو داد. روز بعد ماموران تجسس موزاییک رو همون جایی که مهدی گفته بود کشف کردن، ولی این موزاییک کمکی به حل پرونده نکرد که هیچ، برعکس باعث پیچیده تر شدن ماجرا هم شد، چون پزشکی قانونی اعلام کرد هیچ نوع نشونه‌ای
از خون قربانی روی موزاییک نیست و روی جمجمه قربانی هم اثری از اصابت چنین چیزی وجود نداره. در نخستین جلسه رسمی بازجویی، مهدی تمام اظهاراتش رو در اداره آگاهی انکار کرد و گفت چیزی که بار آخر گفته تحت فشار بیان شده و اونها را قبول نداره. در این مرحله بازپرس جنایی ناچار بود مستندات دیگه‌ای برای اثبات جرم متهم فراهم کنه، چرا که موقع وقوع حادثه کسی در صحنه جرم حاضر نبود و علاوه بر این که اختلافات زناشویی دلیل محکمی برای متهم کردن مظنون به شمار نمی رفت. نظریه پزشکی قانونی بار دیگه مورد بررسی قرار گرفت و صحنه سقوط بازسازی شد. در این مرحله با توجه به نحوه افتادن جنازه احتمال هل دادن مطرح شد. این بار با مدرک جدید بازپرس جنایی بار دیگه مهدی رو مورد بازجویی قرار داد. مهدی بار دیگه اظهاراتی رو که انکار کرده بود قبول کرد، اما در توضیح بخش آخر گفت من با موزاییک به سرنینا نزدم. وقتی عصبانی شدم یکی از قلوه سنگ‌هایی رو که برای ثابت نگه داشتن پایه آنتن لازم بود به سمتش پرتاب کردم و نینا چون قلوه سنگ به سرش خورده بود بیشتر عصبانی شد و به من فوشای رکیک داد. منم حال خودم رو نمی‌فهمیدم. برای اینکه ساکتش کنم تا نصف شب آبروریزی نشه هلش دادم عقب که از من دور بشه، ولی اون انگار گیج شده بود، تعادلش به هم خورد و سقوط کرد. با آخرین اعتراف متهم صحنه جرم بازسازی شد و پرونده برای صدور رأی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و خانواده مقتول برای متهم درخواست قصاص کردند. قاضی عزیز محمدی که در اون دوران رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران بود و همراه با 4 مستشار دادگاه به پرونده‌های قتل رسیدگی می‌کردند، برای صدور رأی به بررسی این پرونده پرداختند. قاضی پرونده میگه در جلسه محاکمه متهم دائم گریه می‌کرد و می‌گفت قصد نداشته مادر فرزندش رو بکشه و فقط به خاطر عصبانیت چنین کاری از اون سر زده. اما از اونجا که محل تنظیم آنتن با جایی که زن جوان از اون پرت شده بود متفاوت به نظر می رسید و همینطور علت مرگ مقتول اصابت یک قلوه سنگ و ظاهراً گیجی مقتول و بعد از اون هل دادنش به دست متهم بود، من و 2 نفر دیگه از مستشاران رأی به قتل عمد دادیم. اما 2 قاضی دیگه ی شعبه 71 دادگاه کیفری معتقد بودن چون هیچ مدرکی مبنی بر تصمیم قبلی برای انجام قتل نبوده، پس این حادثه شبه عمده. در نهایت پرونده با رأی قتل عمد به خاطر تعداد آرای بیشتر قضات بسته شد. اما با اعتراض متهم برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض اجرا شد و قضات این بار رأی به قتل شبه عمد دادن. ولی برای بار دوم خانواده مقتول به رأی صادر اعتراض کردن و در نهایت پرونده قتل نینا بعد از برگزاری جلسه محاکمه با صدور رأی قتل عمد بسته شد. مهدی 6 ماه بعد از رأی نهایی دادگاه در حیات زندان اعدام شد. حالا یه سوال. به نظر شما آیا این پرونده قتل عمد بوده یا قتل غیر عمد؟ آیا اعدام مهدی به درستی صورت گرفته؟ برای بررسی راز قتل بی‌رحمانه طلافروش مشهدی بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.